که هستید. افشین هستم با 108مین اپوزیت. این برنامه به صورت هفتگی و با هدف اصلی اطلاع رسانی تهیه میشه. بعضی وقتا واقعیت ها انقدر عجیبند که دروغ به نظر میرسند، هر چقدر هم که سند و مدرک ارائه بشه. هفته گذشته مقامات برجسته نظام مقدس به دفعات سخنرانی کردن که در این برنامه به بخشهایی از اون سخنرانی ها و بخشهایی از یه دونه سخنرانی های هفته قبل پرداخته می شود. موضوع این سخنرانی ها بیشتر بر سر مذاکرات و وضعیت اقتصادی و یه چیزایی راجع به نخبگان و جوانان و دوره پهلوی و اینجور چیزا بود. روز شنبه 18 مهر ماه رئیس جمهور منتخب در همایش بین المللی صنعت و معدن شرکت کردند و در اونجا چیکار کردند؟ بله، طبق معمول سخنرانی کردند. من در سفر اخیرم برای شرکت در اجلاس عمومی سازمان ملل، جلسه ای که با فعالان اقتصادی آمریکایی داشتم و اونها رو دعوت کردم به حضورشون در ایران و سرمایه گذاری در ایران. رئیس جمهور نظام مقدس با فعالان اقتصادی آمریکایی دیدار کردند و اونها رو دعوت کردند به سرمایه گذاری در ایران. این اتفاق برای اولین بار در عمر نظام مقدس رخ میده. البته در صورتی که خودشون بتوانند موانع داخلی خودشون رو بردارند. یعنی کیا بتونن موانع داخلی خودشون رو بردارن؟ در بعضی از رسانه ها از مشکلات حضور کارآفرینان آمریکایی در ایران سخن گفته میشه. بله، ممکنه مشکل داشته باشن، اما این مشکل از این طرف نیست. مشکلی هست از اون طرف هست. ولی من فکر کنم اتفاقا مشکل از همین طرف هستا. با مذاکره با آمریکا مخالفین. با مذاکره با آمریکا مخالفن. مذاکره آمریکا با جمهوری اسلامی ایران یعنی نفوذ. این صحبت‌های آقای بزرگ تنها سه روز قبل از این صحبت‌های آقای روحانی بود که میگفت مشکل از اون طرفه. هیچ وقت ایران مانع حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی در ایران نبوده. هر زمان بوده تحریم از طرف اونها شروع شده، اونها آغاز کردن. البته در ایران هم به سفارت اونا یعنی آمریکایی‌ها حمله کردن، از دیوارش رفتن بالا، دیپلماتاشون رو دستگیر کردن، انداختن زندان یه حدود 444 روز. از اون موقع تا حالا هم تمام در دیوار شهر رو به تصاویر پر از مهر و صفا نسبت به آمریکایی‌ها مزین کردن و شعار زیبا و تنین انداز مرگ بر آمریکا همیشه روی میز بوده. به تلافی همه این کارا اونا فقط تحریم کردن. اینم خودش یه معماست. امروز هم اگه اونا بتونن موانع رو بردارن، راه پیش پای همه باز هست. همه به غیر از آمریکایی‌ها. یعنی شما اول باید بتونین خودتون از این مانعه عبور کنید تا وقتی تصاویر ضد آمریکایی از در دیوار شهر آویزونه و شعار زیبا و تنین آفرین مرگ بر آمریکا هر هفته در نماز جمعه سر داده میشه، سرمایه گذار آمریکایی نمیاد در ایران سرمایه گذاری کنه. شما خودتونم میدونید اینا. مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد. منفعت اصلا ندارد. اما در این حال با مشکلاتی مواجه هستیم. به هر حال وزارتخونه های ما برای دادن خدمات به جامعه به خاطر درآمد کم با مشکلاتی مواجه هستن. این روشنه. بله روشنه، بدجوری هم روشنه. یکی از راهایی که میشه اونو خاموش کرد، یعنی مشکلات رو حل کرد تا منابع تأمین بشن، ادامه مذاکرات به آمریکایی‌ها تا حصول رابطه دوستانه با اونهاست. این موضوع سبب میشه که رابطه تجاری بین دو کشور برقرار بشه و سرمایه‌گذاران آمریکایی بیان در ایران سرمایه‌گذاری کنن در صنایع مختلف ما، از جمله صنایع نفتی، صنایع هوایی و خودروسازی. حداقل 100 میلیارد دلار فقط در صنایع نفتی. مذاکره با آمریکا ممنوع است به خاطر ضررهای بیشماری که دارد و منفعتی که اصلا ندارد. به هر حال شخص اول مملکت ادامه مذاکرات رو ممنوع کردند.
یعنی مذاکرات فقط هسته‌ای بود رفت بیکارش. ما دنبال توافق هسته‌ای نبودیم که مشکل هسته‌ای رو حل بکنیم. البته مشکل هسته‌ای هم می‌خواستیم حل بشه. دنبال مذاکره و توافق بودیم برای ایجاد فضای جدید در منطقه و جهان. هان، پس مذاکرات فقط هسته‌ای نبود. اما خب گیر قضیه همینجاست. ایشون یعنی آقای بزرگ و پاسدارانشون دنبال فضای جدید نیستن. در حقیقت همین فضای فعلی رو بهترین فضا و در راستای ارزش‌های انقلاب میدونن. حالا البته گروه های کوچولو افراطی کنارگوشه هستن، اونا هیچ وقت از تعادل و اعتدال و آرامش و اینا خوشحال نیستن. گفت به قول اون آقا، گفت نون ما تو دعواست. اونا نونشون تو دعواست. اونا حالا یک تعداد اندکی هستند، باید تحملشون کرد. به هر حال باید تحملشون کرد. به هر حال مشکل اینجاست که همین تعداد اندک بقیه رو تحمل نمی کنن و چون مال و منال کشور رو در اختیار دارن، صاحب قدرت شدن و حاکم به سرنوشت بقیه جامعه. با همین منطق هر کس که مخالف همین تعداد اندک بشه، دشمن یا با تخفیف همکار دشمن معرفی میشه. علیه ما یک جنگ نرم بسیار حساب شده ای، فکر شده ای در جریان. توجه کردین؟ جنگ نرم. هر نوع مخالفت با افکار اینا به منظری جنگ به حساب میاد. یعنی به جای اینکه از منطق و استدلال استفاده کنن تا مخالفین رو با خودشون هم فکر کنن یا شاید احیاناً فکر خودشون رو عوض بکنن، مخالفین رو دشمن خطاب میکنن و میگن اینا سر جنگ دارن با ما و چون فکریه جنگ نرمه. این سخنان آقای بزرگ دو روز بعد از اون سخنان آقای روحانی بود. حالا هدف این جنگ نرم چیست؟ هدف این جنگ چیست؟ هدف استحاله جمهوری اسلامی است. این خلاصش این. استحاله جمهوری اسلامی؟ ببخشید، استحاله جمهوری اسلامی یعنی چی؟ هیچ اصراری نیست اسم جمهوری اسلامی عوض بشه یا برخی از مظاهر و ظواهر جمهوری اسلامی تغییر پیدا کنه. نه، اما محتوای جمهوری اسلامی که عبارت است از شعارها و انگیزه ها و معارف انقلابی و هدف های بزرگ، اینا بایستی تغییر پیدا کنه. پس استحاله جمهوری اسلامی یعنی تغییر محتوای جمهوری اسلامی که عبارت بود از چی؟ عبارت است از شعارها و انگیزه ها و معارف انقلابی و هدف های بزرگ، اینا بایستی تغییر پیدا کنه. یکی از یکی گنگتر و کلیتر. هدف های بزرگ، معارف انقلابی، انگیزه ها. فکر کنم فقط همون اولیه برای همه قابل فهمه، چون هر روز به گوششون میخوره، از صف مدرسه تو دبستان تا صفوف نماز جمعه و رژه های نظامی. شعار ما حق نداریم، ما حق نداریم از جیب مردم شعار بدیم. عجب. ولی خب در 36 سال گذشته دادیم. یعنی شعار دادن یکی از تکنیک های نظام مقدس در 36 سال گذشته برای پیشبرد مقاصدش بوده. امیدوارم به این حرفی که الان زدین واقعا معتقد باشین. این بخشی از سخنان آقای روحانی در سفر به ساری بود، تنها چند ساعت قبل از اون سخنان آقای بزرگ راجع به استحاله جمهوری اسلامی. هر که میخواد شعار بده از جیب خودش، از زندگی خودش، نه از زندگی فقرا، نه از زندگی محرومین. ما امیدواریم همین سخنان خودش یه شعار نباشه. به هر حال همون کسایی که از جیب مردم شعار میدن و دادن در 36 سال گذشته، همون کسانی هستن که قدرت کشور رو در اختیار دارن، همون تعداد اندک. برگردیم به استحاله جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اسمش هم جمهوری اسلامی باشه، احیانا یه آقای مهممی هم در رأسش باشه، هیچ اشکالی نداره، اما اهداف آمریکا تأمین بشه، اهداف صهیونیسم تأمین بشه. چه جالب، این حرف آقای بزرگ دو تا نکته داره.
نکته اول این که همین الان در داخل کشور یه شخص معممی وجود داره که میتونه بیاد بره بشینه در رأس، یعنی ولی مطلقه فقیه بشه و با آمریکا دوست باشه. نکته دوم اینه که جمهوری اسلامی در ذاتش نمیتونه با آمریکا دوست باشه و اگر دوست بشه دیگه جمهوری اسلامی نیست، حتی اگر در رأسش ولی مطلقه فقیه باشه. ما چرا دنبال مذاکره رفتیم؟ بعضیا فکر میکنند ما علاقه داشتیم به غرب نزدیک شیم. ما غرب و شرق برای ما فرق نمی کند. ما دنبال منافع ملتمون هستیم، ما دنبال مصالح کشورمون هستیم. که این منافع و مصالح کشور از همون روز اول در 36 سال پیش در دوستی با دنیا تأمین می شده، نه در دشمنی و جنگ و شعار مرگ بر، از جمله دوستی با همین آمریکا. چه کسی هست که از افتخار ملت ایران ناراحته؟ چه کسی هست که از غرور ملت ایران ناراحته؟ کیا هستن که از رفع تحریم ناراحتن؟ والا بلا شما هم ضرر نمی کنید، شما هم ضرر نمی کنید، ناراحت نباشید. بعد از تحریم این منفعت برای شما هم خواهد بود. دکان شما کساد نمیشه، نگران نباشید. به ضرر میکنن، شما خودتونم میدونید، هم مالی هم معنوی، یعنی جایگاه قدرتشون در نظام مقدس که اونم در نهایت مالی میشه. اتفاقا در همین راستا یک روز قبل و یک روز بعد از این سخنرانی ها در مجلس شورای اسلامی اتفاقات جالبی رخ داد که در اینجا به بخشای برجسته اون میپردازیم. صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی هم که امروز همراه ظریف به بهارستان اومده بود صحبتهایی داشت که البته در پایانش فضا رو کمی ملتهب کرد. عنایت بفرمایید که چگونه جفسازی میکنن. سکوت کردم. میآیند میگویند سوء استفاده میکنن، از خدای نکرده بی حرمتی نشود ولی از عدم تخصص افکار عمومی میگویند پلوتونیوم مهم است. واقعا خنده داره. این آقای علی اکبر صالحی دکترای فیزیک هسته ایشون از یکی از بهترین دانشگاه های جهان یعنی MIT آمریکا گرفتن. بعد اون موقع توی مجلس کسایی که تا حالا جدول مندلیوف هم ندیدن راجع به پلوتونیوم بهش درس میدن. بعضی از اتفاقات مخصوص نظام مقدسه ولی دیگه فکر نمیکنم در تاریخ تکرار بشه. به هر حال آقای صالحی که دکترای فیزیک دارن از MIT آمریکا رفتن پشت تریبون مجلس تا به اونایی که جدول مندلیوف رو ندیدن توضیح بدن، اما اونا گوش نمیکردن. گوش کنید. بعد از اینکه چند تا از تارهای صوتی حنجره آقای صالحی پاره شد، نمایندگان محترم گوش دادن به حرفایشون تا رسید به اینجا. سکوت کردم تا به امروز، اما چند روز پیش در تلویزیون آرزوی مرگ میکردن. آقای اومده در تلویزیون میگفته خب اینا 10 سال برنامه این برجام هست. سن این آقا 66 سالش بنده رو میگفت. متوسط عمر ایرانی ها 72 سالش، این تا اون زمان مرده. آخه این نحوه حرف زدنه؟ این محترمانه ترین شکل برخورده در نظام مقدس. تازه شما چون خیلی ولایت مدار بودی به شکل دیگه ای باهاتون صحبت نکردن. الان یه برادر عزیزی اومده همینجا، خیلی عجیبه، با قسم جلاله میگوید سیمان میریزیم روی تو و میکشیم تو را. این بیان است در نظام جمهوری اسلامی؟ اتفاقا همین این بیان است در نظام جمهوری اسلامی. البته اون برادر یعنی آقای حسینیان بعد که دید خیلی زایه شده اومد گفت من شوخی کردم. اما تیم مذاکره کننده اون روز رفته بود مجلس برای تصویب برجام و همه این داد و بیدادها بر سر این بود. بعد از این صحبت‌ها برخی نمایندگان رأی‌گیری ورقه‌ای با اسم و نام نمایندگان رو خواستار شدند که این درخواست رأی نیاورد. دلیل این نماینده‌ها این بود که معلوم بشه چه کسی در مجلس از این طرح حمایت و چه کسانی مخالفت کردند. عین کودکستان
خب در نهایت بعد از حدود 3 ساعت و نیم بحث و جدل بر سر طرح اجرای برجام، کلیات طرح اقدام متقابل و متناسب ایران در برابر برجام با 139 رأی موافق، 100 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع از مجموع 253 نماینده حاضر تصویب شد. یعنی دو تا از نمایندگان مردم در مجلس اصلا رأی ندادن به این طرح. شاید براشون زیاد مهم نبوده. شاید هم رفته بودن گل بچینن. اما به هر حال دو روز بعد یعنی سه شنبه 21 مهر ماه جزئیات این طرح هم به مجلس رفت و تصویب شد. ولی در اونجا هم اتفاقات جالب و بامزه‌ای رخ داد که موجبات خنده و سرگرمی کاربران فضای مجازی رو برای چند روز فراهم کرد. پایان رأی‌گیری تصویب شد. خب متشکرم. از همه خنده‌دارتر اینجاست که کلیات یه طرحی 139 موافق داره، ولی جزئیاتش در همون جمع 161 موافق داره. اینه که میگم بعضی از اتفاقات فقط مخصوص نظام مقدسه و دیگه فکر نمی کنم در تاریخ تکرار بشه. حالا بریم به سراغ باقی قضایا. مخالفی داره؟ نه. 245 نفر حضور دارن. باید نام نویسی میکردیم. 245 249 نفر. بفر به پایین شوی چه اینجوری میکنیم. 249 نفر حضور دارن. نمایندگان نظرشون اعلام بکنیم. تمام آیین‌نامه رو گذاشتی زیر پا. شما اجازه ندیدی مخالف حرف بزنه، اجازه ندیدی پیشنهادات مطرح بشه. حالا شما خودتون میدونید. شما آیین‌نامه رو صبح گذاشتی زیر پا آقای لاریجانی، تموم شد رفت. آیین‌نامه‌ای وجود نداره. این تذکر کنم امروز راحت شدین. فکر می‌کنم همه نمایندگان در جریان موجود بودن، شما هم بودین. خوبم نیست اینجور حرف زدن. من و شما همه باید تابع یه چیز قواره‌هایی باشیم. فردای این روز آقای بزرگ برای دومین بار سخنرانی کردن، این بار برای نخبگان. بار اول که راجع به استعاره جمهوری اسلامی صحبت کردن، برای مسئولین صدا و سیما صحبت کردن که به طور کامل اون سخنرانی پخش نشد از صدا و سیما. اما این سخنرانی دوم که برای نخبگان بود به طور کامل پخش شد. اولا خیلی خوش آمدید جوانان عزیز و دیدار شماها برای امثال بنده حقیقتاً انرژی بخشه. آقای بزرگ در این دیدار انرژی بخش حتی یک کلمه راجع به اتفاقات روز قبل در مجلس و تصویب برجام سخنی بر زبان نیاوردند، که این خودش میتونه حکایت از تحت کنترل بودن اوضاع و نمایشی بودن اون اتفاقات داشته باشه. بنابراین سخنرانی آقای بزرگ سیاسی نبود و کلن در قالب چند نصیحت به قول خودشون پدرانه انجام شد، اما در همین جریان چند تا جمله بامزه گفتن. خب جوانم که خیلی داریم به حمدالله، این خیلی ثروت عظیمی است، این خیلی دارایی ارزشمندی است برای کشور، فرصت. البته همه کشورها، همه رژیم‌های گوناگون عالم اینجور نیست که وجود جوانها رو فرصت بدونن. نه، مثلا رژیم پهلوی حضور جوانها و تحرک جوانها رو فرصت نمیدونست. دوران پهلوی اینجوری بود. برای همینم بزرگترین و مجهزترین دانشگاه‌های کشور تا همین امروز در دوران پهلوی ساخته شده، که اکثران هم دولتی بودن. بزرگترین و مجهزترین ورزشگاه‌های کشور تا همین امروز در همون دوران ساخته شده. بزرگترین و مجهزترین مدرسه‌های کشور در همون دوران ساخته شده. اونا دلشون میخواست جوانها حضور نداشته باشن، نه حضور علمی، نه حضور سیاسی، نه حضور اجتماعی. خیلی چیزها ترویج میشد برای اینکه این حضور رو تضعیف کنند. جوان رو واقعا تهدید میدونستن. هرچی هم میتوانستن میفرستادن خارج، برن اینجا نباشن. اونهایی که نخبه هستن، اونهایی که سرشون به تنشون میارزه. بله، با عرض دانشجویی فکر کنم 3-4 تومن برای هر دلار، یعنی 30-40 ریال. بگذاریم از اینکه چقدر از نیروهای تحصیل کرده کشور از همین راه تأمین شدن.
اما لااقل در اون زمان دانشجویان به خواست خودشون میرفتن خارج از کشور تحصیلات کنن، اونم به کشورهای مثل آمریکا یا کشورهای اروپایی. اما الان چی؟ در زمان جمهوری اسلامی چطور؟ در جمهوری اسلامی اینجور نیست. جمهوری اسلامی چون متکی به خود درونزاست، قدرت خود رو در درون خود و در معنویات خود و در وجودی خود میدانه، لذا بزرگترین ثروت جمهوری اسلامی در واقع نیروی انسانی اوست. در همین به اسم انقلاب فرهنگی همون اول کار 3 سال تمام دانشگاه های کشور رو تعطیل کردن به خاطر ترس از حضور جوانان دانشگاهی اون زمان. جمهوری اسلامی در تمام 36 سال گذشته یک دونه دانشگاه دولتی نساخته، یک دونه دانشگاه در حد اندازه های دانشگاه دوران پهلوی نساخته، یک دونه ورزشگاه در اون حد اندازه ها نساخته. اینا که از بدیهیاته، اما بد نیست به چند تا آمار هم در همین زمینه جوانان مراجعه بشه. سازمان فنی و حرفه‌ای اعلام کرده حدود 19% فارغ التحصیلان کشور بیکارن، 27% فارغ التحصیلان رشته علوم کامپیوتر و 27% فارغ التحصیلان رشته کشاورزی جزو همین بیکارها هستند. 27% فارغ التحصیلان علوم کامپیوتر بیکارن در کشوری که گندم وارد میکنه و یکی از بزرگترین وارد کنندگان گندمه، 27% فارغ التحصیلان رشته‌های کشاورزی بیکارن. و مدیر کل کاریابی‌های وزارت کار با بیان اینکه هیچ تناسبی بین تحصیلات شاغلان و مشاغل عرضه شده در بازار کار وجود نداره گفته تنها 15% فرصت‌های شغلی موجود در بازار متناسب با تحصیلات فارغ التحصیلان دانشگاهیه. این موضوع یعنی همین متناسب نبودن بازار کار با فارغ التحصیلان خودی سبب پیدا آمدن اخبار دیگه ای شد که مختص مذهبی ترین و انقلابی ترین حکومت جهانه. استخدام 23 نفر لیسانس و فوق لیسانس توی شهرداری خرم‌آباد، اونم به عنوان رفتگر، از اون خبرایی که شنیدنش باعث میشه آدم همه زندگیشو تعطیل کنه فقط ادامه تحصیل بده. لیسانس و فوق لیسانس. خرم‌آباد هم شهر خیلی بزرگی نیستا، یعنی جمعیتش کمتر از 400,000 نفره. راننده های تاکسی که در اصل خلبانند، گفته یک کارشناس که 2000 خلبان به شغل رانندگی تاکسی مشغولند امروز در رسانه ها بازتاب داشت. اما اینکه 2000 خلبان آموزش دیده جوان در کشور وجود دارد که رانندگی می کنند بیشتر طنز می شود تا تلخ. توجه فرمودین؟ از این انقلابی تر نمی شه دیگه. از انقلاب بدانید، این هم یک نگاهه، یک لایه تفکر درباره این موجودی است. این حرکت عظیم عمومی کشور در راه علم، این از برکات انقلابه. بله، این برکات انقلاب الان 36 ساله رفته تو چشم ما، بیرون هم نمیاد لامصبر کاری میکنیم. آقای بزرگ برای اثبات این برکات انقلاب یه مثالی زدن که خیلی مهمه. حالا آقای ستاری یه خاطره ای رو از بنده، از قول بنده خوندن اینجا. دنبالش اینه که همون هواپیماهایی که به ما میگفتن تا 30 روز 31 روز به کلی زمینگیر خواهد شد، همه همون هواپیماها تا امروز دارن کار میکنن. امروز یا چند سال از اون روز داره میگذره. اینجا سخنان آقای بزرگ قبل از انتشار در دفتر بیت ادیت شد و بخشی از اون حذف شد و ادامه اون بدین شکل اومد. نیروهای فنیمون، پدر خود ایشون یکی از همون جوانهای اون روز بود، اینا وارد شدن، دستهای معجزه‌گر خودشون رو به کار انداختن، ذهنشون و فکرشون رو به کار انداختن. همون هواپیماهایی که به ما گفته میشد اینا زمینگیر خواهند شد، همون هوا به ما تا آخر جنگ کار کردن، تا امروز هم همونا دارن کار میکنن. همون 330 ها، همون F-14 ها، همون F-4 ها، همون F-5 ها الان هستن مشغول کار. این هواپیماهایی که الان ایشون نام بردن و مدعی هستن که قطعاتشون رو در داخل تولید میکردن یا میکنن، همگی آمریکایی هستن. البته در اون زمان مسئولین نظام مقدس مدعی بودن که این قطعات رو از بازار سیاه تهیه کردن، اما درستی اینکه واقعا این قطعات چجوری تهیه شدن یکی از اون معماهای بزرگ تاریخ معاصره، معمایی که حل اون سبب حل یک معمای بزرگتر میشه.
معمای جمهوری اسلامی. اما در بین این هواپیما یک هواپیمایی هست که میتونه کلید حل این معمای کوچکتر باشه.